موقعی که ما دور میدیم به جوان تاوانش هم باید اینجوری بدیم، ولی از بازیکنان با تجربه اون خیلی بعید بود. یکی دوتا از بازیکنان ما در حد صفر بازی کردن. مطمئن باشید بعد از همین جلسه تصمیم در موردشون تصمیم خواهیم گرفت. در روزی که ما ضعیف بودیم مغلوب خود مشتبه شدیم. مشتبه یک سر و گردن از بازیکنهای داخل میدون بالاتر بازی کرد. در خیلی از صحنه ها عامل اصلی توقف تاکتیکای ما بود و در خیلی از صحنه ها باعث تفوق تیم استقلال نسبت به ما شد و در قالب حرکت ها و توانمندی های فردی مشتبه توی مواقعی از بازی استقلال خودشو به ما تحمیل کرد. یک بار دیگه هم من در استادیوم آزادی با داوری آیسالهی دوچار مشکل شدم و اون بازی هم به توبیخ و محرومیت ایشون انجامید. من معتقدم که ضعیف ایشون سود زد. باید جایی که داور ضعیف سود میزنه مثل همه ارکان فوتبال تنبیه بشه و جایی هم که خوب سود میزنه باید تشویق بشه. من با پریروز به دلیل اینکه با سایپا بازی داریم کامل بازی پرسپولیس و سایپا رو دیدم. تو اعلام دوتا صحنه پنالتی من آقای قهرمانی رو در فاصله یک متری صحنه دیدم، هر دوتاشون. بعد از مدت ها گفتم بالاخره داوریمون داره الحمدلله رو به جلو حرکت بکنه. اون داوری رو که دیدم از آقای محسن قهرمانی نوید روزای خوب میداد برای داوریش بسیار توانمند بود، چون خودم دیدم داشتم نگاه میکردم. این داوری به خصوص کمک اولش، حالا خود آقای صالحی یه بحثی داره، کمک اولش تو دو سه تا صحنه حساس جا موند. ما صحنه ها رو در میاریم و طی گزارشی به کمیته داوران اعلام میکنیم. انتظارم داریم که کمیته داوران رسیدگی کنه مثل زمان آقای عنایت. داور به نظر من در حد این بازی نبود. بازی بسیار زیبایی بود. فکر میکنم مردم اینجور بازی رو دوست دارن و فوتبال تهاجمی رو. از جانب دوتا تیم بود، به تیم حریف هم تبریک میگم، بازی خوبی ارائه کردن. اون تا واقعا حیف بود ما نمی بردیم بازی رو. واقعا بچه های ما خیلی خوب بازی کردن، یه فوتبال شناوری انجام دادن، مخصوصا تایم اول. گل رو ما دقیقا خلاف جهت بازی خوردیم، یه گلی خوردیم که واقعا استثنایی بود و معمولا هم تو فوتبال تیمی که دو هیچ جلوه و یه گل میخوره دوچار افت روحی میشه و تیم مقابل رویه پیدا میکنه برای زدن گل دوم. این اتفاقات زیاد افتاده تو فوتبال و ما روی اشتباهی که مرتکب شدیم، گوشه که توپ اصلا مالکیت مال ما بود، به خود خطا کردیم، گل دوم و حریف دادیم. من خوشحالم که بازیکنامون تونستن به بازی برگردن. شاید این گل میتونست از نظر روحی خیلی به تیم ما فشار بیاره، ولی تونستیم به بازی برگردیم، گل سوم بزنیم. اگه دقت کردیم گل چهارم هم میتونستیم بزنیم تو همون دقایق. شون نظر خودش داده. ما آقای طالبلو دوست داریم برای فوتبال ایران زحمت کشیده، همچنین برای تیم ما و هوادارامون هم دوستشون دارن. بالاخره تصمیمی که کادر فنی گرفت که ما از آقای رحمتی که یادتونه که ما دقیقه آخر از دل چند دل شیر بیرونش آوردیم، از دل دو سه تا باشگاهی که خانه ایشون بوده درش آوردیم و آخرین لحظه هم ما تونستیم آقای رحمتی رو جذب کنیم. یعنی هیچ برنامه از قبل ریخته نشده بود. در صورت ما سلا دیدیم که دروازه‌بانامون رو تغییر بدیم، هر دوتاشون هم زحمت کشیدن، خسته نباشی هم بهشون میگیم. حالا این برداشت خودشه که برداشت که حالا صحبت نمیدونم چی کرده، ولی برداشت اینجوری نیست که ایشون عنوان کرده. نه خیلی اصلا میتونی نیست، نه نبوده. ما آخرین لحظه آقای رحمه خودش هستش آقای رحمه تیم که ما صحبت نیست.